دوباره برگشتیم همتان عزیز، مثلا صبحتان بخیر. دوباره می سلام افغانستان هستم در بخش اول برنامه کردیم. در بخش برنامه هم قسمی که ما یادآوری کردیم در بخش اول در بحث امروز طب برنامه سلام افغانستان موضوع جلدی رو بخود بتد می داشته باشیم که دکتر صاحب دعوت کردیم که دکتر صاحب که هست و بله در این بخش از برنامه دکتر صاحب محب الرحمن لقمانی رو همراه خود در برنامه داریم، متخصص امراض جلدی هستن و در رابطه با موضوع خیلی مهم ریزش مو قرار است که صحبت داشته باشیم و بحث کنیم در برنامه. شما دوستان هم میتونید با شما تماس برنامه ما 0728-966-966 و تماس شوین و مشکلاتتان همراه ما شریک بسازید. منتظر تماس شما دوستان هم در برنامه هستیم و میتونید که اگر تماس هم نگرفتین بحث ما را دنبال کنین در برنامه و نکات مهم اساسی رو در رابطه با ریزش مو ما بحث میکنیم در این مورد در برنامه با دکتر صاحب. و قبل از اینکه صحبت را آغاز کنیم یک سلام و صبح بخیر با دکتر صاحب میداشته باشیم. سلام و خوش اومدین به برنامه سلام افغانستان. خیلی خوش اومدین دکتر صاحب. سلام به شما و به همه بیننده های بسیار ناظرین و خوب تلویزیون میوان. ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین. خیلی خرسند شدیم از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین به برنامه. تشکر. و دکتر صاحب موضوع خیلی مهم را انتخاب کردیم، ریزش مو، به اینکه زیادتر آقایان و دختر خانم ها از این مشکل خیلی رنج میبرن. در کل زیادتر وقت چی باعث میشه که ما مبتلا به یا هم ریزش مو بر ما پیدا میشه؟ ریزش مو از نظر طبابت جلدی به نام الوپیشا در عموم یاد میشه از این و باز چند قسم است. مثال یکی است که لوکال می باشه، یعنی کم، و یا بیشتر جنرالایز یعنی یونیورسال الوپیشا میگیم که تمام صورت مویش می ریزه و عوامل زیاد است. در مردها باز میشه که ارثیت رول داشته باشه، اما در عموم یعنی بعد از ارثیت استرس یا یک کمی انزایتی و یا مثال یک مشکلی که داشته باشن فکر و روح و روان بالای انسان زیاد تاثیر میکنه. این مثال ما شما گفته میتونیم که فعلا در این روزا آفتی که آمده بود ویروس کرونا، این هم تاثیر داره سر عموما مردمی که در جهان زندگی میکنن، چون این موضوع جهان شمول است، نه تنها در افغانستان، بالای روح و روان همه مردم دنیا تاثیر کرده. یعنی این هم یک استرس است، یک تنشن است سر روح و روان، فشار روحی تاثیر داره و این هم در مریضی رول خاص داره. یعنی مریضی زیاد میشه چون مقامات وجود پایین میه و همچو مشکلات کاری که بالای یک فرد جامعه زیاد باشه، چی کارهای فیزیکی باشه چی کارهای دیگه باشه، مثلا شاخه باشه، این هم تاثیر داره بالای روح روانه و مریضی یک فرد. بله. و دکتر صاحب آیا تغییر فصل یا هم موسم میتونه که تغییر داشته باعث ازی شوه که ریزش مو بر ما ایجاد شوه؟ اگر کسی الرژی داشته باشه یا حساسیت داشته باشه تاثیر داره اندکی. و یکی بگیم که در خصوصا در جوانا و کاهلا در روز است در کتاب آمده که 100 موی اگر بره پروا نمیکنه، یعنی تا 100 تا موی اگر بره این تاثیر خاص رو نداره، پس این طبیعی است در کتاب. او نگه که من موی ریزی دارم او پروا نمیکنه. یا مثال در وقتی که سر خود اینا میشوین، مثال در وقت اینا میبینن متوجه میشن که مثال موهای زیاد میره میریزه، او طبیع است پروا نمیکنه. تا 100 تا موی در کتاب آمده، من نمیگم از جان خود دیگه پر، یعنی وارخطا نشون. و گاهی گاهی مریضا مراجعه میکنن به دکتر صاحب جلدی موهای خود امره خود میاره. بله. خصوصا دختر خانم ها خواره عزیزم میارن باز زیاد باشه، یک واقعی که اشاره کنم آم فهم باشه که دوسته ما ببینن بفهمن، مادرشم گیره میکرد، خوارکشم گیره میکرد، خودشم گیره میکرد. من گفتم حتما چیزی گزیده یا مثال حساسیت کرده به تکلیف است. کالی آمد موهایش کمی زیاد بود، آورد گفتی موهایش میره. گفتم میره چند رو از چند روز جمع کردین یا از امروز است؟ میگه نی از امروز است.
گفتم گیره نکنی، خدا مهربان است، جور میشه. این باز تداوی شد، جور شد. یعنی هست واقعا مشکلات فامیلی و روانی و محیط، این تاثیرات بسیار بالای انسان داره و در مریضی رول خاص داره. و کسانی که زیاد با کامپیوتر سر و کار دارن، اینا هم زیاد توجهشان زیاد می باشه. یک موضوعی است. و موضوع دیگه که انتیک بسیار رول داره، یعنی گرفتن غذا. بله دکتر سر پیش که این موضوع بپردازین تماس داره. مهربانی، من در خدمت. بله سلام علیکم، وقت بخیر. هلو، سلام علیکم، تماستان در برنامه وصل است، میتونین که صحبت کنین و سوالتان امروی دکتر صاحب شریک بسازین. خب فکر کنم که بله. هموطنم صحبت نمی کنن، ادامه صحبت های شما دکتر صاحب. سوال من دکتر صاحب شریکی است، به خاطر امیدیاتگی میر خودم مزمتین زیاد میره، به تبوتت زیاد داره، اصلا شامپو برسونید فایده جا نمیدم. سوالشون بله گرفتم خوارم. چند ساله باشم؟ چند ساله هستین خوار عزیز؟ 24 خوب جوان هستن. ممنون هستم استان. خوارک عزیزم سبوسک سر هم رول داره، یعنی چون بخار داشته می باشه در اون وقت. بله بله. یا شوری موما میگیم برای شوری سر، اینا کوشش بکنن که از لوشنه بتامیتازون از هر کمپانی بهتر باشه شما بگیرین و بدون از سر جای دیگه استفاده نکنین که در موهای اضافی صورت باز پیدا میشه یا پیشانی، بالای پیشانی. فقط موهای خود اینا سرش استفاده بکنن و دیگه انتی دندروف یا ضد شوره سر شامپوهای از کمپانی های خوبه شما استفاده بکنین، چون طرز برنامه است. من نمیتونم که از کمپانی خاص نام ببرم. خب به صفت یک دکتر جلدی براتون خوارک عزیزم اینه توصیه میکنم که از لوشن های بتا میتازون از هر کمپانی بهتر جهان باشه استفاده کنین و از شامپوهای انتی دندروف یا ضد شوره سر از او استفاده بکنین. مشکلتان انشاءالله به زودترین فرصت حل میشه. بله. و دکتر صاحب شما اشاره کردین که پوستک سر به همزمانی که انسان مویش پوستک می داشته باشه بخار هم می کشه. و این بخار باعث میشه که موابطه که با خیلی مشکلات دیگه به انسان ایجاد بکنه. چی باعث میشه که بخار مبرای در سر انسان؟ سیبیوم موادی است که از غدوات دهنیه یا سیباشوس گلند از یکان خواره و برادر عزیزم بسیار فعال می باشه. میگه جلد چرب دارم ما. اینا واس که ککاو استفاده میکنن مثال، یا پسته و بادام مغزیات خلاصه بگیم، حتی مونپلی. یک کسی میگه که ما میگیم بادام نخو، میگه او بده دی قیمتی ما بادام از کجا کنیم؟ مونپلی هم میتونه که. بله و دکتر صاحب تماس داره. مهربانی. بله سلام علیکم، وقت بخیر. بله سلام علیکم، مختم جواد علیکم سلام برادر، بفرمایید سوالتان را پرسان کنید. میباشه مدارم شده، من داکتر در بودم اینجا دیم ما کس و به کومان صد میگرد اگرمی حد سابون که میزنیم به داکتر هم رد بگو سابونی تفر اطلاع ایستادم و استفاده کردن استفاده کردم بازم صد همون که میگرد صد میشه. دکتر صاحب سوال بیادر عزیزم، جلدت چی نوست؟ سفید از گندمیز؟ بله؟ جلد شما سفید است یا گندمی خشک است؟ چربی نیم بسیار مهم از این موضوع. نه چربی خشک هم گندمی چربی. خب شما به خاطر جلدتان پیش دکتر صاحب جلدی که برین یا یک جای پیش دواخانه والا بگین که به خاطر سنسیتیو یا جلد حساس برای من صابون بتین که دوای ادویه جلدی داشته باشه، بگو بخاطر جلد اساس برم صابون بتین، اونا برتان میتن، مشکلتان حل میشه. با آب شیرگرم شما وضو بگیرین یا رویتان میشوین، یا وقتی که استفاده میکنین آب سردم بالایتان برتان مشکل پیدا میکنه و آب سرد و گرم آردو. کوشش کنین از آب شیرگرم استفاده بکنین و صابون بخاطر جلد اساس بگو برم بتین، انشاءالله بیدرم مشکلتان حل میشه. بخیر، تشکر، بخیر، مشکل دارد. ممنون از شما برادرم، وقت شما بخیر. بله خب ادامه صحبتتان. قبلا گفتیم که وقتی که از اشیای ککاودار، ایس کریم، چاکلیت و
بسکیت که کاکائو داره از این استفاده کنیم ما دیگه سیبیوم زیاد افراز میشه. وقتی که زیاد افراز شد در نوجوانی که نوجوان میشن دانه ها یا اکنه جوانی دانه در ایشان پیدا میشه و در صورتشان و در زمین بالای سیبوریک درماتیت یا مسالمی شوری سرکس یا سبوسک میمو شما این زیاد میشه، سر بخارم پیدا میکنم، میریزی حتی پیدا میکنم. دیگه کوشش شود که در صورت باز از این چیزایی که ما یادآوری کردیم استفاده نشود. بله، و دکتر صاحب یک موضوعی که خیلی مهم هست، یعنی فامیلا توصیه میکنن بر کسایی که موهایشان ریزش داره، این هست که اگر موهای بلند دارن موهای خود کوتاه کنن، میگن فایده داره. بعد از تماس باز در رابطه به این موضوع صحبت میکنیم. بله، سلام علیکم، وقت بخیر. خب تماس دوست ما قطع شد، سوال میتین جواب بده. درست است، یعنی موها اگر از حد اضافه شوه، قطع شوه، خوب است. یا مثال موی خورگی پیدا کرده باشه هم خوب است، اما در بدون از ضرورت که دراز نشده باشه اینا بگیرن یا بگو تراش کنیم یا چی کنیم. به خاطر زی اگر دکتر توصیه کنه به خاطر ضرورت و یا ادویه استفاده شوه، دو صورت سی است، در غیر آن تاثیر خاص نداره. بله، و تماس داریم. بله، سلام علیکم. بله، صدای ما را دارین، تماس هم در برنامه وصل است، میتونین که صحبت کنین. خب تماسشون قطع شد. و خب دکتر صاحب، میشه بگین که کسانی هم هستن که از دختر خانمو از در خانه است ماست و تخم استفاده میکنن به خاطر موهایشون که امروز شما که می داشتن از بین برن، از او پیاز استفاده میکنن و هم او سیر استفاده میکنن، چقدر از نگاه طبی شما این موضوع را تایید کردین و قبول دارین که باید استفاده بکنن؟ ولی به کتاب از تخم و از ماست یادواری نشده، اما از طریق صفات مجازی از پیاز ما هم دیدیم، اما خودم ایتو تجویز نکردیم به کس و استفاده نکردیم. میگن در میریزی از آب و پیاز استفاده شود خوب است، ولی ضرر هم نمیدوست ضرر داره، به خاطر که میشه یک کس اساسیت داشته باشه دوچار مشکل میشه در صورت چون آب و پیاز یا مثال یکان کسان میگن لیمو یا پا، اما در کتابه جلدی من ندیدیم شخصا، چون میشه اینا کسی که این تجویز میکنن ماست و تخم، من خودم نه در صفحات مجازی دیدیم و نه در کتاب بل. اما از پیاز ما در صفحات مجازی دیدیم، کسی که استفاده کرده باشه شاید دیده باشم، برای ما کس به این قسم موضوع بله دکتر صاحب تماس داریم روبرو نشده. بله، سلام علیکم. سلامت برادر، بفرمایید سوالتان رو میتونین که از دکتر صاحب کنید. مشنایم برادر، میتونین سوالتان رو مطرح کنید. دکتر صاحب سوال داشتیم بیادای ما افتادارت سایتید خانیش میشه کنایتان چرا؟ مویایشون چی شده؟ سوالشون گرفتیم دکتر صاحب؟ ممنون از شما برادر، منتظر باشید حتما دکتر صاحب جواب بدن. ذکر کردیم که در بین مردها یا برادرای عزیزم که موهایشان میره یکی ارثیت رول خاص داره و دوم کاری که اینا انجام میتن و مسائل روحی زیاد رول داره و بیشتر فعلا. و یک چیزی که یادآوری نکردیم وی بود که جلد چرب از خود شامپوی خاص داره، اویلی سکین که ما برش از نظر جلدی میگیم، یا جلدش خشک باشه، دری سکین باشه، اینا باید از شامپوهای جلد خشک استفاده بکنن. قبلا برادر ما که از کارتیناو تماس گرفته بود اونا گفتن به حساب توصیه کردیم برش جلد حساس یک کس داشته باشه. ای در هر جایی که زندگی میکنن پیش دکتر صاحب متخصص جلدی، پیش متخصص جلدی برون و اینا همون نوع جلد خود معلوم بکنن که چه قسم جلدشان است. شامپوها و صابونا اینا هم تاثیر داره برای جلد و موهای سر یا وجود انسان،
اینا از تایپ جلد خود پیدا کنن و چرب از خشک از اساس است، بعد از او ادویه استفاده بکنن، شامپوهایی که مناسب به جلدشان است از او استفاده بکنن. و دوم ارسیت خاص رول داره و بازم یعنی ما نمیگیم که تداوی نمیشه، تداوی میشه. و من خودم شخصا در جوانا طرفدار کشت مو نیستم چون نتیجه خوب نداره، اینده نداره. و اینا کوشش بکنن پیش دکتر صاحبه جلدی مراجعه بکنن، انشاءالله مشکلشان حل میشه. و اگر ضرورت پی آر پی باشه، پلاتلت ریچ پلازما، یک پروسیجر تقویتی جلد است، از مو هست یا مثال، اینا کوشش بکنن که جلدشان تقویه شوه، از متد پی آر پی استفاده بکنن. بسیار خوب است، چون سنشان هم خرد بود، جوان بودن، یعنی نسبتا خاص تاثیر خاص داره. ادویه توصیه میشه او را به مدت زمانی که دکتر صاحب جلدی توصیه میکنه بله. مشکل جا حل میشه. بله بله. تماس داریم و تماس هم قطع شد. بفرمایید کلینیک. خب دوستایی که هم سوال دارن بله تماس است. سلام صبحتون بخیر. بله. بفرمایید. بله سلام به شما برادرم، صبحتون بخیر، بفرمایید سوال دارین. خب متاسفانه تماسون قطع شد در برنامه. خب دکتر صبحی هم که روز شما تعلق به سن سال انسان هم می داشته باشه اخیر. بله هر چقدر که سن بالا میره فولیکل های مو یا جلد هم طرف ضعیفی میره. هر چقدر که سن بالا بره موها ضعیف میشه، انسان ضعیف میشه و فولیکل یا بیخ موی کس هم ضعیف میشه، موریزی زیاد میشه، تشویش و فکر از اشخاص زیاد میشه، بالا تاثیر خاص داره. بله دکتر صاحب، از میتود پی آر پی شما یادآوری کردین، بعضی دوستا از عوارض جانبی این میتود کمی هراس دارن، میشه بگوین که حالا آیا در آینده بعد از گذشت چند وقتی میتونه پی آر پی برشون عوارض جانبی داشته باشه یا نه؟ بله بخشش باشه، من بسیار مردم هراس دارن که در آینده چی مشکل سرطان میشه و یا گنگسیت پیدا میشه یا سردردی پیدا میشه. اینا ملامت نیستن، بیدره و خواره از ملامت نیستن. کوشش بکنید که پیش دکتر صاحبه جلدی که تجربه زیاد داره برن. ما خبر شدیم که در نواحی شهر کابل و یا در ولایات مرکزی اشخاصی هستن که به تجربه هستن، حتی دکتر صاحبه جلدی نیستن، اینا هم کوش پی آر پی میکنن. دیگه وقتی که شخص مسلکی نباشه پی آر پی نقص نداره بدون فایده مفاد، خو شخص تخنیکی مسلکی فنی باشه مشکل هیچ نداره، عوارض جانبی نداره، به ترتیبش به چیزی اصولش که است به پروسیجر اجرا شوه مشکل نداره، فایده داره، نقص نداره. اما پیش اشخاصی که میرین بی تجربه باشه اینا باز دیگه طبعا عوارض جانبی از طرف شخص پی آر پی نی، از طرف شخص بی تجربه ای که ای کار انجام میده برش رخ میده. بله و همچنان دکتر صاحب، کسایی که موهای خود را رنگ میکنن آیا رنگ مو میتونه تاثیرات داشته باشه بالای ریزش مو و یا هم کیفیت رنگ مو؟ یعنی تاثیر داره، چون از مواد کیمیایی استفاده میشه رنگ ها بالای موهای چی عالی خود دی اثر، جوان ها هم موهای خود رنگ میکنن و ای زیبایی است، علاقه خواره عزیزم است، از برادر عزیزم است. اینا کوشش بکنن وقتی که استفاده میکنن، من به صفت یک دکتر جلدی ما ممانعت نمیکنم استفاده بکنن. خواره عزیز و برادر عزیز، خواهش ما همیشه از دکتر صاحبه جدی و اینمی می باشه که با کیفیت باشه خوب است. بله. چون وقتی که استفاده میکنن نمو رنگ با کیفیت باشه، بی کیفیت موها را ضعیف می سازه، دچار مشکل می سازه. بله. مشکلات ایجاد میشه. میشه دکتر صاحب بگوین که شاید بیشتر دختر خانم ما از اتوی موی از هر نوعش استفاده بکنن و از زمانی که استفاده میکنن شاید این دوامدار برشان باشه، به این خاطر که موهایشان از وسط شاید کت شه، این تاثیرات چقدر سر ریزش مو می داشته باشه؟ پیش از اینکه سوال جواب بدین دکتر صاحب تماس هم داریم. درست. بله سلام علیکم، وقت بخیر.
بله، سلام علیکم، صبح بخیر خواهر عزیز. میشه که سوالتان مطرح بسازیم؟ دوال هم از دفتر دیگه خیلنیه مواد عرشی که استفاده میکنم خدا با تحمیقه باشه، این من قسمت های بینی گفته به پوست میتن تیشونیم از دوال هم درست و ماسید نمیتون فایده نتن. ممنون، سلامت خواهر عزیز، شکر. این موضوعی تو است که در عموم میرن در مارکتای بسیار مقبول و زیبا و قشنگ و نامدار خواره عزیزم به خاطر لکه های صورت یا به خاطر شفافیت و زیبایی، چون حقشان است که یا داشته باشن و یا بگیرن، میرن باز میگن این کریم ما بسیار قیمت خریدیم، از جای بسیار خوب خریدیم. کریم ها کس اوجا استروید یا از خاندان بیتا میتازون قبلا ذکر کردیم که ما گفتم هم که در نه تنها لکه ها از بین نمیره، کیفیتشان خوب نمی باشه و جلدشان خراب میکنه، سرخی صورت به میان میایه، لکه های یعنی در صورتشان پیدا میشه، لکه های قهوه‌ای، حتی موهای اضافی صورت اینا پیدا میکنن. باز پیش دکتر صاحبای جلدی مراجعه میکنن که ما بسیاری خواره را اشاره میکنم که میگم پشت دست چرا صاف است و جلدت خراب شده، چون دست کس بیچاره میمانه، قصه دست نمیشن، صاف میمانه، اما صورتشان سرخ میشه، موهای اضافی صورت پیدا میکنن، تاریکی جلد پیدا میکنن و سرخی پیدا میکنن. خواره عزیزم خلاصه پیش دکتر صاحبه جلدی برو که کریمی که به جلدت مناسب است از او برات بده، و از این کریمی که شما استفاده کردین این تیز بوده یا نه، فیصدیش بالا بوده و جلدت نازک ساخته و سرخی پیدا کرده، و از آفتاب به فیصدی مناسب نظر به صورتت پیدا کو، از طرف صبح استفاده بکو، و فعلا به خاطر سرخی از هیدروکورتیزون کریم چون استروید ما زیاد استفاده نکنید، یک چند روز استفاده کنید که سرخیش کم شوه. خب دکتر صاحب مشخصاً سوال خواهر ما اینجا بود که پوستک میکنه بینیشون و پیشانیشون پوست میده علف از سرخی فعلا یک ضد آفتاب استفاده که خواهر کنیزم، و یکم کریم مترونیدازول از هر کمپانی که بود مهم نیست، مترونیدازول کریم در از طرف شب استفاده بکو، یک ضد آفتاب از طرف صبح استفاده بکو، مشکلت حل میشه خوراک عزیزم. بله، و سوال تینا جان که گفتن کسایی که از اتو استفاده میکنن و همچنان دکتر صاحب آیا روغن موی هم میتونیم استفاده کنیم به خاطر بهتر شدن موهای ما؟ خیر، روغن موی هم استفاده کنن مشکل نیست، از کسی اگر چرب بود او کوشش بکنه که مطابق موهای خود یا جلد خود از روغنه ای که در بازار به فروش میرسه خصوصا کوشش بکنین که از دواخانه استاندارد استفاده شوه، یعنی با کیفیت، و او تو واقعا تاثیر داره، موها را ضعیف میسازه، و کوشش شوه که بدون ضرورت زیاد استفاده نشوه، و اگر میشم دیگه در با دکتر صاحبه جلدی مشوره صورت بگیره که در مقابلش به خاطر تقوی مو یک چیزی استفاده شوه. بله. بله، ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین، تشکر از یک تشریف آوردین به برنامه، اگه تو صحبت دیگه هم داشته باشین به من بتر خوش خاندان باشین. تشکر، سلامت باشین. ممنون از همه شما هموطنان عزیز که بحث ما رو دنبال کردین، من برنامه خیلی کوتاه میگیریم، با ما همراه باشین.